سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحثمون. جلسه قبل رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینجا که میخواستیم یه ایمیلی رو ارسال بکنیم برای کاربر، ولی خب ما قصد نداریم که بخوایم میل سرور رو اندازی بکنیم که خودش یه دوره جدا میخواد. برای همین میایم از یک سایت استفاده میکنیم که این کار رو برای ما انجام میده. خب بریم اول سایت رو با هم دیگه ببینیم. توی یه دوره دیگه هم از این سایت استفاده که من دوره هنوز تو کانال آپلود نکردم و حالا اون انشاءالله دوره به یه جایی برسه من اون آپلود میکنم. ملتراب یه سایت خیلی خوب باحال که شما میتونید ازش تست برای تست سنت کنترل یور ایمیل این وان پلیس، همه کار تو یک جا انجام میشه و یه ریجستر میخواد که خیلی هم ساده است. من اجازه بدید یه اکانت جدید بسازم و چون یه اکانت دیگه دارم که برای اون یکی پروژه استفاده کردم. بعد از اینکه ثبت نام کردید همچین صفحه براتون باز میشه. برید تو قسمت سیتینگ و اینجا توی قسمت اکانت سیتینگ ازده بدید فراموش کردم کدوم قسمت بودم توی هوم توی یه جایی یه داشبوردی داشت که در حقیقت به شما این داکیومنتش رو باز کنم. خب نود جیسش رو میخوام. این دقیقا کلیت داستانه که اینجا کامل توضیح داده چجوری بتونید ازش استفاده بکنید که حالا من اینا رو بهتون میگم و چیز خاصی نداره، کانفیگ عجیب غریبی نداره و مشکل خاصی نداره. اجازه بدید اینم که این باکستونه. اجازه بدید من دنبال یه قسمتی هم که آها پیدا کردم تو این باکس این چرخ دندلی که بزنید جاش عوض شده بود. برای همین این رو بذار رو حالت نود جیس که کد قسمت نود بهتون بده. خب برای نود جیس شما نیاز به یه چیزی دارید به نام نود میلر. خب اینو گوگل بکنید، زمینار ببندم، یه پکیجی داره که باید نصب بشه. من اینو نصبش بکنم. خب چرا کپی نشد؟ الان کوبش شد. خب این نصبش میکنیم. خب این نصب شد. خب پروژه رو دوباره ران کنم. برمیگردم اینجا که قرار بود چیکار کنیم. قرار بود تو اینجا ایمیل بفرستیم، درسته؟ تو این قسمت که ریزالتمون اومده. پس این کد رو من کپی میکنم. خب اینو کپی میکنم. میذارمش اینجا. خب بعد میام پایین تر. حالا میخوام از این ترانسپورت استفاده بکنم برای ارسال ایمیل. خیلی ساده است. یه دستوری داخلش داره به نام سند ایمیل این ترانسپورت که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم و ایمیلمون رو بفرستیم. میام اینجا می‌نویسم ترانسپورت دات سند میل. یه ساختاری داره این سند میلش. به اینجا نگاه کنیم. خب این که هیچی کانفیگشه، هیچی. خب بیشتر از اینم توضیح نداده، اشکال نداره. برمیگردم اینجا. یکی اینکه از کجا باید ایمیل ارسال بشه. من یه چیزی مینویسم، مهم نیست. مینویسم reset password @ nodeapp.com مثلا. خب
به چه آدرسی؟ به یوزرمون بعد ارسال بشه این ایمیل. این ایمیل بعد به یوزرمون ارسال بشه که یوزرمون کجاست؟ ریکوستی که داره سمتمون میاد توی بادیش یه ایمیلی هست برای اون ارسال بشه. خب بعد سابجکتش چی باشه؟ یه سابجکت مشخص میکنم. سابجکت می‌نویسم مثلا ریست پسورد ایمیل. و در نهایت اینجا یه کد HTML میتونید بنویسید با هر دیزاینی که میخواد. یه بکتیک میذارم که بتونم کد چند خطی بنویسم. خب ای بابا، یه کد چند خطی بخوام بنویسم. چی بنویسیم مثلا؟ آها، اینجا شما باید اول که خب یه پاراگراف میذارم براش، بنویسم یو مثلا requested a password reset، بعد پاراگرافی میبندم. بعد میگم که یه پاراگراف دیگه میذارم اینجا، اون لینکر رو میذارم، میگم کلیک دیز، یه تگ ای href مساوی مثلا http://localhost:3000/reset/. اینجا باید توکن کاربر رو بذارم، اون توکنی که جنریت کردم کجا بود؟ ایناشش. لینک، بعد اینجا رو میبندم تگه یو، و تو set a new password، من رو ورد ببندم که کامل ببینید، و پاراگراف رو میبندم. خیلی خب بریم تست بکنیم. فقط یه چی نکته بچه ها، حتما یوزر پس خودتون رو داشته باشید، یعنی اکانت ساخته باشید، از ایمیل خودتون استفاده بکنید، از اکانت میل ترپ خودتون، چون طبیعتا مال من رو بذارید برای من ارسال میشه. خب بریم یه چک بکنیم تا اینجا کارو پروژم ران انشالله دیگه. بذارید ببینم، نه ران نیست، حتی رانه. چرا؟ چرا داد؟ کریپتو؟ این چرا کار داشتی؟ عزیزم با این چی کار داری تو؟ آهان ای کانس، یه چیزی این وسط اولش اومده، مثل این کزه بده بینم. بخاطر اینم همچنان داره خطا میده، مشکلش حل نشده. الان چه کار داری؟ وات؟ پست ریست میگه اینو پرانتزش رو درست نبسته. چشم. چی رو درست نبستم؟ یعنی کم گذاشتم یا زیاد گذاشتم؟ خب ببینید، بریم از بالا بیایم. خب این که
خب دوستان، من ارو فانکشنش رو یادم رفته بود بذارم به خاطر این گیر داده بود. خب الان باید مشکل حل شده باشه. اوکی، اینو بزرگش کنم ببینید. این ارو فانکشنش رو من یادم رفته بود بذارم. خب توی صفحه ریسیت هستیم، بیا الان چک بکنیم. بیا برگردم اینجا، برم گردم اینجا. اوکی، خب یه یوزر میخوام که ایمیلش رو ثبت کنم. مثلا همین نسیم خوبه. فقط قبلش جهت تست من یه ایمیلی میذارم که تو دیتابیس هم نیست. نسیم دو میرم پیغام خطا به این میده. خب بعد چک میکرد که پی این نیست و بعد من رو هدایت میکرد تو صفحه ریسه. پس یه جا ایراد داره کارمون. پیغام خطا رو نمایش نداد اینجا که آخ ببخشید، مثلا یه چیزی یادم رفته بود. توی روتا من هنوز پست رو نذاشتم، اصلا اینو من نذاشتم پست استشی ست پست ریست. من روتش رو نذاشته بودم، یادم رفته بود. خب یه رفرش میکنیم اینجا دوباره من ایمیل رو بر میدارم، اکانومش نسیم دو. خب میگه همچین اکانتی نداریم. اوکیه. حالا برای اینکه اکانت داشته باشیم چه اتفاق میفته؟ اینجا باید ایمیل ارسال شده باشه تا الان. بذارید ببینم تو این باکسم. هنوز ایمیلی دریافت نکردم. بذار ببینم خطای چیزی دارم. آها، اینو یادم رفته بود ایمپورت کنم. بیایم اینجا نود میلر رو اصلا یادم رفته بود ایمپورت کنم. از اول سید پسورد. الان باید توکن من جنریت شده باشه، به این نسیم اد شده باشه توی یوزر. بذارید ببینم، یه رفرش میکنم. بله نکن تو ریسیت توکن انجامشش اضافه شد. اینم ساعتش. حالا بذارید ببینیم میل اون چیزی اومده. بله نکن اومدش. لینکر نشون نمیده چرا؟ خب بذارید ببینیم لینکه گشکلش کجاست. href مساوی این. آها اینو نبسته بودم، دست گلم درد نکنه. یه بار دیگه بزنیم. ایمیل جدید اومد، لینکش هم اومد. خیلی خب، اینم از این. بریم بیایم جلسه بعدی راجع به صحبت کنیم که این لینکر رو چجوری بسازیم. چون این لینکر من کلیک کنم منو میاره توی یه صفحه اسلش ریسیت اسلش این توکنه، ولی کار خاصی انجام نمیشه. بریم بیایم جلسه بعدی راجع به صحبت میکنیم. فعلا خداحافظ.